در حالی که قرار بود اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبران حکومت وحدت ملی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز هستند، دوشنبه شب در یک مناظره در تلویزیون آریانا حضور یابند، اما پس از آن که عبدالله عبدالله به نزدیک ساختمان این رسانه رسید، مسئول این رسانه پیامی از یکی از مشاوران رئیس جمهور غنی دریافت کرد که رئیس جمهور نمیخواهد در این برنامه شرکت کند. پی پی اس، تیم تشریفات رئیس جمهور، حتی غذایی که رئیس جمهور صرف میکنه آورده بودند اینجا و ساعت 8 بود که دکتر صاحب عبدالله احوال دادن که حرکت کرد از منزلشون میه به طرف دفتر. دمو لحظات بود که زنگ از کمپانی دکتر صاحب غنی آمد که والا این مناظره به طریق افتاده. شرکت نکردن آقای غنی در مناظره تلویزیون این رسانه با انتقادهای سخت خبرنگاران و نهادهای دفاع از خبرنگاران روبرو شده است. وقتی اونا در آخرین دقایق اصطلاحاً در دقیقه 90 میگن نمی آین، این به این معناست که بر رسانه توهین میکنن، بر تمام مخاطبین رسانه، بر مردم یعنی اهانت میکنن. کله چې دی په آخري وخت کې د دې مسلې نه ګرځي، نو تبن دا د رسنۍ ته هم یو ډول سپکاوی دی. نو در پیامی که از نشانی مشاور رئیس جمهور به رسانه ها فرستاده شده است، آمده است که عبدالله عبدالله شخصی بی برنامه است، از همین رو آقای غنی نمیخواهد با وی در این مناظره شرکت کند. اما عبدالله عبدالله در این مناظره گفت که رئیس جمهور نمیتواند با وی مناظره کند و نیز دست به افشاگری های زد. پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد. به گفته مسئولین تلویزیون آریانا نیوز، نگهبانان رئیس جمهور غنی ساعت 5 روز گذشته اطراف تلویزیون آریانا و ساختمان تلویزیون آریانا را در کنترل خود داشتند، بازرسی کردند، تمامی آمادگی ها برای ای که رئیس جمهور به این مناظره شرکت میکند ساعت 8:30 شب گرفته شده بود، اما در آخرین لحظات رئیس جمهور نخواست به این مناظره بیایم.